بینندگان محترم سلام، به برنامه دری تلویزیون آشنا صدای امریکا خوش آمدین. نجیبه خلیل هستم. برنامه امروز شنبه 27 ماه جون به صورت مستقیم از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی آغاز میکنم. برنامه همچنان به شکل مستقیم از طریق فیسبوک دری صدای امریکا به نشر میرسه. واکنش ایالات متحده در برابر کشته شدن کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، افزایش بی سابقه واقعات ویروس کرونا در ایالات متحده، نگرانی کارشناسان امریکا در مورد خروج کامل نیروهای ایالات متحده از افغانستان، تفصیل این خبرها و اخبار مطالب عمده دیگر را در خلال برنامه پیشکشتان میکنم. امید است که تا آخر برنامه با ما باشین. سفارت ایالات متحده در کابل کشته شدن کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را غیر قابل قبول خوانده است. دو کارمند این کمیسیون به شمول یک زن صبح امروز در نتیجه انفجار یک ماین در ساحه پل چرخی شهر کابل جان باختند. راس ویلسون، شارژ دافیر ایالات متحده در افغانستان، با نشر یک پیام تسلیت در توییترش نگاشته است که اخیراً امریکاییان و افغانها به خاطر کشته شدن نیروهای امنیتی افغان، غیر نظامیان بیگناه، علمای دینی و کارمندان قوای قضاییه متاثر و غمگین شدند. و نگاشته است که در حال شاهد کشته شدن کسانی می باشند که مدافع حقوق بشر و آزادی هستند. آقای ویلسون همچنان بر توقف حتمی همچو حملات تاکید کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر با شدیدترین الفاظ ممکن این حمله دودمنشانه را محکوم می کند و از دولت افغانستان به صورت جدی خواستار شناسایی عاملان این حمله هستند و امیدوار هستیم که هر چه زودتر عدالت بر عاملان این حمله تامین شود. کمیسیون به دلیل از دست دادن دو همکار سوگوار است و انتظار دارد که دولت افغانستان در قسمت شناسایی عاملان این حمله دودمنشانه و تامین عدالت بر آنها گامهای اساسی، فوری و نتیجه بخش بردارد. تا کنون مسئولیت این حمله را فرد یا گروه بر عهده نگرفته و پلیس کابل میگوید که تحقیقات در این مورد آغاز شده است. حکومت افغانستان در واکنش به احتمال خروج 4000 سرباز امریکایی از آن کشور میگوید که رابط کابل و واشنگتن را تعداد نیروها نه، بلکه موافقتنامه‌ها و اهداف مشترک تعیین میکنند. ریاست جمهوری افغانستان میگه که در حال حاضر شمار نیروهای امریکایی در کشور به 8600 سرباز میرسند که پاسخگوی مأموریت آموزش و مشوره دهی به سربازان افغانستان هستند. حسیب مودودی از کابل گزارش میدهد. احتمال خروج 4000 سرباز امریکایی از افغانستان. شبکه CNN به نقل از دو مقام امریکایی گفته که ایالات متحده در حال نهایی ساختن طرح خروج دستکم 4000 نظامیش از افغانستان است. اما حکومت افغانستان می گوید که بر بنیاد موقف رسمی پنتاگون، شمار نیروهای امریکایی مطابق شرایط افغانستان به کمتر از 8000 کاهش خواهند یافت. وقتی آقای ترامپ وایس رئیس جمهور ایالات متحده امریکا تعیین شدند، اونا شمار نیروهای امریکایی در افغانستان افزایش دادند. حال اگر کاهش هم صورت میگیره، خوب تعداد است، اما موضوع اساسی بر ما چارچوب اصولی است که وجود داره و اساس روابط استراتژیک و دامدار ما است. با این حال مقام های امریکایی به CNN گفتند که در صورت خروج 4000 سرباز دیگر از افغانستان، شمار این نیروها به 4500 کاهش خواهند یافت. آنچه که بر مأموریت آموزشی نظامیان افغان هم تأثیرات منفی خواهد گذاشت. با توجه به پیمان امنیتی که حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا داشت، باید به اول که خروج تدریجی باشه، دوم بر اساس توافق دو تا دولت باشه، و سومی که تهدیدات ناشی از خطرات تبدیل شدن افغانستان بار دیگر به پایگاه توریسم جهانی رفع شده باشه که متاسفانه رفع نشده. هرچند طرح خروج 4000 سرباز امریکایی از افغانستان تا کنون نهایی نشده است، اما وزیر دفاع امریکا در این باره با منشی عمومی ناتو نیز بحث کرده است. کاهش نیروهای خارجی از افغانستان بخشی از موافقتنامه صلح است که میان امریکا و طالبان امضا شده است. رهایی زندانیان بخش دیگر این موافقتنامه است که ظاهراً با مشکل روبرو شده است.
در رهایی برخی از زندانیان طالب که در حملات به سفارتخانه ها و قتل اتباعی کشورهای عضو ناتو متهم بودند چالش به میان آمده که این سبب تاخیر در آغاز مذاکرات بین الافغانی گردیده و به نظر نمی رسد که گفتمان میان افغانان در هفته اول جولای برگزار گردد. از طرف دیگر ایفای تعهدات طالبان در مورد مبارزه آمریکا را نسبتا مطمئن ساخته و به همین ملحوظ وزیر دفاع آمریکا با سران ناتو در مورد کاهش بیشتر حضور نظامیشان در افغانستان صحبت کرده. حکومت افغانستان میگوید که تاکنون حدود 4000 زندانی طالبان را آزاد کرده است، اما افزایش خشونت ها از سوی طالبان ممکن سبب ادامه به اعتمادی ها شود. شورای امنیت ملی افغانستان نیز امروز اعلام کرد که در جریان هفته گذشته در 14 ولایت طالبان جان 21 غیر نظامی را گرفتند و 30 غیر نظامی دیگر را زخمی ساختند. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. همزمان با کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان، تعداد از کارشناسان در ایالات متحده ابراز نگرانی کردند که با خروج کامل قوای آمریکا از افغانستان، موجودیت نظام فعلی در آن کشور با تهدید روبرو خواهد شد و افغانستان بار دیگر شاهد جنگ داخلی خواهد بود. این کارشناسان که بروز جمعه در یک گفتمان راه اندازی شده از سوی انستیتوت شرق میانه در واشنگتن صحبت می کردند، هشدار دادند که با خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده برتری را که در مذاکرات صلح دارد از دست خواهد داد و طالبان به جنگ ادامه خواهند داد که در نتیجه حکومت افغانستان با روند فعلی مذاکرات دوحه مقاطعه خواهد کرد. خروج سربازان امریکایی از افغانستان، به خصوص که ما مساعدت مالی با آن کشور را نیز قطع کنیم، این حس پیدا خواهد شد که نظام به سوی نابودی در حرکت است و خطر سقوط نظام به وجود می آید و با یک بخش از آغاز تحولات سیاسی مبدل می شود که در مورد چنین حالت پیش بینی کردن مشکل خواهد بود. قبل از این نیز تعداد از تحلیلگران و قانونگذاران آمریکایی در مورد عواقب ناگوار خروج سربازان آمریکایی از افغانستان هشدار داده بودند. جان بولتن، مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید، در مصاحبه با صدای آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را شدیداً انتقاد کرده، او را یک رهبر غیر قابل پیش بینی خطاب کرده که به گفته وی رئیس جمهور ترامپ برای بهبود دورنمای انتخاب مجددش تمایل دارد امنیت آمریکایی ها را نادیده بگیرد. قصر سفید ادعاهای گسترده آقای بولتن را مبنی بر سوی رفتار رئیس جمهور ترامپ با باد انتقاد گرفته و او را یک دروغگو و افشا کننده خیانتکار معلومات سری عنوان کرده است. مشاور پیشین قصر سفید در مصاحبه با گریتا وانسستیرن، همکار صدای آمریکا، دونالد ترامپ را خطرناک و غیر قابل پیش بینی خطاب کرده، گفت که رئیس جمهور نهایت متمایل است برای بهتر ساختن موقف سیاسی خود به مخالفان ایالات متحده امتیازات زیان آور فراهم سازد. ترامپ دائما در آستانه تسلیم شدن به وسوسه نشستن با آیات الله ها است، همان طوری که میخواست با کیم جونگ اون بنشیند. آقای بولتن که 18 ماه به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ انجام وظیفه کرد، به نظر تعداد کثیری از پالیسی سازان خارجی برای دفاع از اعمال فشار اقتصادی و نظامی جهت مبارزه با تهدیدات امنیت ملی یک شخص قاطع و غیر قابل انعطاف بوده است. جان بولتن در دوران کاری خود به شکل گسترده در اشتباه بوده است، به گونه ای که حتی معمولا آن را در رژیم های تندرو شاهد نمی باشیم. بولتن پس از آن در ماه سپتامبر قصر سفید را ترک کرد که با تصامیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر ملاقات با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، رسیدن به توافق صلح با گروه طالبان در افغانستان و لغو حمله تلافی جویانه ترامپ علیه ایران پس از سرنگون ساختن تیاره بدون سرنشین نظارتی آمریکا مخالفت کرد. مشاور پیشین قصر سفید بعدها از دستور انجام حمله تیاره بدون سرنشین ترامپ حمایت کرد که با کشته شدن قاسم سلیمانی، جنرال ارشد ایرانی در عراق انجامید. اقدامی که پس از حملات گروه‌های با حمایت ایران در عراق با کشته شدن یک قراردادی آمریکایی منجر شد. در کتاب جدید جنجال برانگیز آقای بولتن زیر نام اتاقی که در آنجا این اتفاق افتاد، او رئیس جمهور ترامپ را متهم کرده است که برای منافع سیاسی‌اش امنیت ملی آمریکا را به خطر می‌اندازد.
جان بالتن گفت که ترامپ واضحاً از شی جینگ پینگ همتای چیناییش خواست تا با افزایش خریداری محصولات زراعتی آمریکا او را در انتخاب مجددش برای رئیس جمهور کمک کند. آقای بالتن در مصاحبه با صدای آمریکا این را هم گفت که رئیس جمهور ترامپ از برنامه‌های رئیس جمهور چین برای ایجاد زندان به بیش از 1 میلیون مسلمان اویغور چشم‌پوشی کرده است. در مورد اتهامات استیضاح رئیس جمهور ترامپ در اوایل سال روان میلادی، مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید به صدای آمریکا گفت که دونالد ترامپ به گونه‌ای نادرست کمک‌های نظامی را به اوکراین باز داشت تا بر کیف فشار آورد معلومات روی رقبای سیاسی دموکراتش را صدمه بزند. تمرکز روی اوکراین همه جوانب را برای صدمه رساندن به هر دو، یعنی هیلری کلینتون و جو بایدن، مخالفین سیاسی ترامپ را در بر داشت. آن اقدامات به مسئله فساد اداری ارتباط نداشت. جان بالتن در این مصاحبه از تصمیمش مبنی بر امتناع برای گواهی‌دهی در روند استیضاح رئیس جمهور دفاع کرده، گفت که آن روند به یک منازعه بلند سیاسی مبدل شده بود. در پایان روند استیضاح، جمهوری‌خواهان مجلس سنا دونالد ترامپ را برائت دادند. رئیس جمهور ترامپ کتاب جان بالتن را مجموعه ای از دروغ‌ها و داستان‌های جعلی خوانده و مشاور پیشین امنیت ملی خود را به افشای معلومات سری متهم کرده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز در یک اعلامیه بالتن را یک خائن خوانده و او را به نقض اعتماد مقدسش با مردم آمریکا متهم کرده است. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. اداره نیمه خودمختار هنگ کنگ روز جمعه مخالفت شدید خود را با تصویب اخیر به اصطلاح قانون استقلال هنگ کنگ توسط مجلس سنای آمریکا اعلام کرد. سخنگوی این اداره از کنگرس ایالات متحده خواست تا فوراً از مداخله در امور داخلی هنگ کنگ دست بردارد و افزود که این عمل و به اصطلاح تحریم‌ها کاملاً غیر قابل قبول است و فقط به روابط و منافع مشترک بین هنگ کنگ و ایالات متحده صدمه می‌زند. سخنگوی این اداره همچنان افزود که اجرای اصل یک کشور دو سیستم در هنگ کنگ کاملاً جزء از امور داخلی چین است و هیچ حکومت یا قوای مقننه دیگر حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن امور البته مداخله کند. انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان روز جمعه 36 اجلاس خود را به میزبانی ویتنام از طریق کنفرانس ویدیویی آغاز کرد. در این کنفرانس توجه بیشتر روی رسیدگی به ویروس کرونا، بهبود پس از همگیری این ویروس و همکاری بیشتر با شرکا معطوف خواهد بود. نگوین جوان فوگ، صدر اعظم ویتنام، ضمن سخنرانی در مراسم افتتاحیه این اجلاس که برای اولین بار از طریق تماس ویدیویی برگزار شد، گفت که به دلیل آزمون‌های بی‌سابقه که بنابر همگیری ویروس کرونا ایجاد شده، همراه با پیشرفت روزافزون علم، شیوه اجلاس نیز تغییر کرده است. در این اجلاس رهبران آسیان در مورد برنامه‌های جامع بهبودی پس از بیماری همگیر در منطقه صحبت کردند. من جمله اجرای طرح‌های مثل ایجاد صندوق وجهی از طرف آسیان برای رسیدگی به مشکلات ناشی از ویروس کرونا، ایجاد ذخیره برای تجهیزات طبی و طرح روش‌های معیاری آسیان برای پاسخ به بیماری همگیر در صورت ایجاد حالات اضطراری. دستانتان را با آب و صابون بشویید و یا حداقل با ضد عفونی کننده دست پاک کنید. شستن دست با صابون و یا هم مایع ضد عفونی کننده حداقل برای 20 ثانیه کمک میکنه هر گونه میکروب و یا هم انتانی که بر روی دست شما وجود دارد او را از بند. دست زدن با چشمان، بینی و دهن اجتناب کنید. دستان ما در طول روز با سطوح مختلف و با اشیاء مختلف در تماس میکشه و اگر این دستان ما ملوث میشه با ویروس کرونا، این ویروس میتونه که از طریق بینی و چشم و دهن ما داخل وجود ما شود و خدا نخواسته مریض شد. زدن و یا هم سرفه بازوی خود را در مقابل بینی و دهان خود قرار دهید و یا هم از دستمال‌های کاغذی یک بار مصرف استفاده کنید و بعد از استفاده از آن را به زباله‌دانی بیاندازید.
توجه بفرمایید به گزارش در مورد واقعات ویروس کرونا در امریکا و جهان. تعداد مجموعی واقعات ویروس کرونا در جهان رو به افزایش بوده و به اساس تازه‌ترین گزارش‌ها نزدیک به 10 میلیون نفر رسیده است. ایالات متحده همچنان با تعداد بیش از 2,400,000 نفر مبتلا به این ویروس در صدر جدول قرار دارد. کشور برزیل با 1,200,000 واقعه در رده دوم و روسیه با بیش از 600,000 واقعه در رده سوم قرار دارد. ایالات متحده با داشتن بیش از 125,000 واقعه فوتی ناشی از ویروس کرونا در رده اول قرار دارد. ایالات متحده دیروز با ثبت 40,000 واقعه مثبت ویروس کرونا در یک روز شاهد ثبت بلندترین واقعات بود. به تعقیب این افزایش، البته افزایش بی سابقه، ایالات های فلوریدا و تکساس دوباره یک سلسله قیودات را به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر شیوع ویروس کرونا وضع کردند. بعد از گذشت نزدیک به 3 ماه، روند عرضه خدمات صحی به مردم در شفاخانه 100 بستر ویروس کرونا در هرات آغاز شد. این شفاخانه به نام دکتر عبدالواحد رازی مسمى شده و کار تجهیز و استخدام کارمندان صحی آن از سوی وزارت صحت عامه افغانستان به سازمان دکتران بدون مرز سپرده شده است. به گفته مسئول سازمان MSF در افغانستان، در این شفاخانه به بیماران وخیم کرونایی که نیاز جدی به اکسیژن دارند کمک رسانی خواهد شد. این شفاخانه در واقع فشار بار کاری و مریضان را از روی شفاخانه های شیدایی و لیبرتی در هرات کم خواهد کرد و ما فقط مریضان را میپذیریم که حالت وخیم تنفسی داشته باشند و به گونه رسمی به ما معرفی شوند. شفاخانه 100 بستر ویروس کرونا در هرات در حال با فعالیت آغاز کرده که واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 30,600 واقعه و شمار تلفات نیز به بیش از 700 نفر رسیده است. حکومت افغانستان در واکنش به گزارش سالانه سازمان ملل متحد میگوید که ویروس کرونا نه تنها مبارزه با مواد مخدر بلکه تمامی عرصه ها را متاثر ساخته است. سازمان ملل متحد در گزارش سالانش به روز پنجشنبه نشر شده که البته یک گزارش نشر شده گفته که افغانستان هنوز هم بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است و شیوع ویروس کرونا مبارزه با این پدیده را با آزمون روبرو ساخته است. معصومه بهار گزارش می دهد. افغانستان 84% تریاک جهان را تولید می کند و شیوع ویروس کرونا بر مبارزه با این پدیده اثر گذاشته است. این بخشی از گزارش سالانه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد است که به روز پنجشنبه نشر شد. اما در واکنش حکومت افغانستان می گوید که با وجود شیوع ویروس کرونا مبارزه با مواد مخدر همچنان از اولویت های دولت این کشور است. زمنگ پلانونه و کارونه هم په بعضی مواردو کې متاثر شوی دی، خو مهم خبر از مونږ د پاره داده چې څنګه اول د خلکو امنیت ساتو او دوام د مخدراتو سره کلک مبارزه وکړو تر څو په دې مبارزه کې کوم انقطاع رانشي. در گزارش ملل متحد آمده است که بهای مواد مخدر تا 75% کاهش داشته است و سطح کشت کوکنار در افغانستان از 3 سال بدین سو سیر نزولی دارد. حکومت افغانستان هم می گوید که تنها پارسال 23 قاچاقبر بزرگ و 10 کسی که در تولید و قاچاق مواد مخدر دخیل بودند بازداشت شدند. پلیس مبارزه با مواد مخدر به شکل شبانه روزی تلاش می کند تا در محو این پدیده از هیچ نوع تلاش دریغ نورزد. حکومت افغانستان میگوید که 3 میلیون شهروند این کشور به مواد مخدر معتادند، کسانی که دسترسی آسان به مواد مخدر دارند. بسیار آسان مواد تهیه میکنیم. چی در ویصل آباد بریم، ویصل آباد البته مرکزش است. خب اونجا نمیتونن چی کنن، جلوشو بگیرن. وقتی اینجا رو که جلوشو بگیرن چی پایده؟ از ریشه باید کنده شوید. اکنون در ادامه هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر در افغانستان، برخی از نمایندگان مجلس حکومت را به نداشتن سیاست واضح در مبارزه با مواد مخدر متهم می کنند. روز به روز سطح معتادین رو به افزایش است.
و دولت به صورت رسمی متاسفانه هیچ نوع معلومات دقیق و احصایه دقیق از تعداد معتادان نداره. حکومت و دولت فقط یک تعداد معتادان را میبینه که در سطح شهر هستند و در سری چهار راه ها یا زیر پول، اما وضعیت بدتر از این است. با این حال شورای امنیت ملی افغانستان در پیامی به مناسبت هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر گفته است که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر از عوامل اصلی جنگ در افغانستان است. معصومه بهار، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. پژوهشگران در کالج امپریال میگویند که جمعیت آسیب پذیر و محروم بیشتر در معرض خطر تاثیرات ویروس کرونا قرار دارند. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا در لندن گزارش را در مورد دارد که با هم میبینیم. شیوع ویروس کرونا در کشورهایی که درآمد مردم آن اندک و یا متوسط است مانند هند و نایجیریا به سرعت در حال گسترش است. قرار اظهارات پژوهشگران کالج امپریال طیف وسیعی از نابرابری های صحی و مفهوم آن است که برخی از جوامع در معرض خطر بیشتر قرار دارند. هنگام مقایسه افراد از فقیرترین خانواده ها با کسانی که در ثروتمندترین خانواده ها زندگی می کنند، با در نظر داشت تنها سه عامل، یعنی مهیا بودن امکانات شستشوی دست ها، توانایی کار از خانه و دسترسی به شفاخانه، به طور متوسط 32% احتمال مرگ ناشی از کووید 19 را تخمین زده ایم. که از این میان عدم دسترسی به شفاخانه و بخش مراقبت های ویژه عامل کلیدی است. خانواده های نادار همچنین تمایل به زندگی در خانواده های بزرگتر و چند نسل را دارند که این موضوع مانع تلاش ها برای محافظت از سالخوردگان خانواده از طریق فاصله گیری اجتماعی می شود. تأثیرات غیر مستقیم دیگر این بیماری ساری نیز ضربات نامتناسب دارد. یک استحقاق بین زمان احتمالی مسدودیت ها در مناطقی که فصل کشت و برداشت محصولات است وجود دارد. همچنین ما از اطلاعات در دست داشته می دانیم که خانواده های فقیر در این مناطق بیشتر به مواد غذایی که خود کشت می کنند وابسته می باشند. بنابراین مشکلات جدی در مورد امنیت مواد غذایی نیز وجود دارد. معاینات صحی برای سایر بیماری ها نیز تحت تاثیر کووید 19 قرار گرفته است. مرگ و میر ناشی از ویروس HIV، سل و ملاریا در 5 سال آینده در ساحاتی که موارد زیادی این ویروس وجود دارد ممکن است تا 10%, 20% و 36% افزایش یابد. آقای ونسکل میگوید مرگ و میر ناشی از ویروس HIV، سل و ملاریا در 5 سال آینده در ساحاتی که موارد زیادی این ویروس وجود دارد ممکن است تا 10%, 20% و 36% افزایش یابد. نویسندگان این گزارش میگویند که نمونه های نابرابری موجود به این معناست که نادارترین افراد توانایی کمتری برای محافظت از خود در مقابل امراض ساری دارند. آنها از دولت ها میخواهند که بر بهبود دسترسی به شستشوی دست ها و تقویت خدمات صحی جوامع تمرکز کنند. ژیلا سمی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، واشنگتن. ما رایگان است. دانلود کنید و پس از انتخاب زبان دری، خبرهای تازه افغانستان و جهان، ویدیوهای جالب، عکس‌ها و سایر مطالب دیدنی را در موبایلتان دنبال کنید. VOA افغان و VOA افغانستان. اتحادیه اروپایی برای توقف خریداری شرکت‌های اروپایی توسط شرکت‌های سهامی با سبسیدی‌های خارجی و ویژه چین در حال اقدام است. کمیسیون اروپایی اولین اقدام را با اتخاذ یک گزارش در مورد تعریف‌های برداشته است که شرکت‌های با سبسیدی خارجی در اروپا سبب آن می‌گردند. محمد احمدی این گزارش را تهیه کرده است. رهبران اروپایی نگرانند که شرکت‌های متضرر مالی اروپایی ممکن با ارزش کم از سوی سرمایه‌گذاران چینی خریداری شوند که در صدد سوء استفاده از سقوط اقتصادی ناشی از کرونا ویروس هستند. اتحادیه اروپایی می‌خواهد که قدرت اعمال شروط را بر سرمایه‌گذاران با سبسیدی خارجی داشته باشد یا تمامی معاملات را متوقف سازد. تک بازاری برای شکوفایی اروپا مهم است، اما این تنها در صورت عملی می شود که فرصت مساوی وجود داشته باشد و برای این کمیسیون تنها اولویت حراست از این فرصت مساوی در برابر آسیبی که سبسایتی های خارجی می تواند اعمال کند.
شرکت‌های خارجی تا به حال حضور عمده در اروپا دارند که بیشتر از 180 میلیارد دلار در 20 سال گذشته سرمایه‌گذاری کردند. سازمان بین‌المللی فابریکه‌های تولیدی موتر چین را بزرگترین تولید کننده موتر جهان رتبه بندی کرده است که تولید آنان از تولید مجموعی اتحادیه اروپایی، ایالات متحده و ژاپن فراتر رفته است. شرکت‌های موترسازی چین به دنبال سرمایه‌گذاری بیشتر در اروپا هستند. برای مثال آنها به دنبال موتر ولوو و همچنان مرسدس بنز هستند. اما آنها تنها علاقمند به تولید کامل موتر نیستند، بلکه آنان علاقمند به دست یافتن و به دنبال سرمایه های استراتژیک هستند. آن سرمایه ها شامل شرکت هایی مثل اوباسر اسپانیا است که توسط شرکت سهامی سرمایه گذاری فیریون تحت کنترل یک گروه چینی خریداری شد که قراردادی هایی در زمینه مدیریت ضایعات دارد. اتحادیه اروپایی یافتن راه هایی برای رسیدگی به تأثیرات سابسایدی خارجی را آغاز کرده است. این کار مانعی برای توقف سرمایه گذاری چین خواهد بود، زیرا شرکت های چینی که بیرون چین سرمایه گذاری می کنند یا اشتراک حکومت چینی را با خود دارند یا کاملا یک شرکت سهامی دولتی هستند. کار اصلی اتحادیه اروپایی در این شرایط ترتیب شیوه های درست برای جلوگیری از شرکت های سهامی سابسایدی خارجی از داشتن مزیت های غیر منصفانه در بازار اروپایی و جلوگیری از تحریف ها در پیوند به همگیری ویروس کرونا است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. سازمان ملل متحد دیروز از 75 سال روز تأسیس خود بزرگ داشت به عمل آورد. در این گزارش مارگریت بشیر، خبرنگار صدای آمریکا، در این سازمان بر چگونگی رشد سازمان ملل متحد و اینکه چی آزمون‌های فراراه آن قرار دارد نگاهی افکنده که با هم می‌بینیم. در 26 ماه جون سال 1945 منشور سازمان ملل متحد در شهر سان فرانسیسکو ایالات متحده امضا شد. این سازمان برای منع قساوت‌ها و بی‌رحمی‌های باقی‌مانده از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و به خاطر حل منازعات بین‌الملل به شکل مسالمت‌آمیز طراحی شده بود. از بحران کووید 19 گرفته تا تغییرات اقلیمی، از بی‌عدالتی‌های نژادی گرفته تا افزایش نابرابری‌ها، ما در جهان آشفته به سر می‌بریم. در این حال ما یک جامعه بین‌المللی با دیدگاه همیشگی هستیم که در منشور ما ذکر شده تا ما را به سوی آینده بهتری راهنمایی کند. آزمون مشترک ما ایستادگی در برابر وضعیت فعلی است. اما بسیاری از قدرت‌های اصلی مؤسس سازمان ملل متحد مانند ایالات متحده، بریتانیا، چین و روسیه در حال دور شدن از یکی از اصول اصلی خود، یعنی چند جانبه بودن هستند. سرمنشی سازمان ملل متحد تصدیق می‌کند که چند جانبه بودن این سازمان باید تقویت شود. مسئله این نیست که چند جانبه گرایی به آزمون‌هایی که جهان با آن روبروست بستگی ندارد. مشکل این است که چند جانبه گرایی امروز فاقد معیار و تلاش است. با گذشت سال‌ها سازمان ملل متحد کار خود را گسترش داده است که شامل حفظ برنامه‌های صلح‌آمیز و عملیات بشردوستانه می‌شود. امروز این سازمان 87 میلیون نفر را در 83 کشور جهان تغذیه می‌کند. واکسین نیمی از کودکان جهان را تمویل می‌کند و نزدیک به 100 هزار حافظ صلح در 13 کشور جهان مستقر کرده است. منتقدان می‌گویند ضمن جلوگیری از جنگ جهانی دیگر، ملل متحد در تلاش توقف خونریزی در هر گوشه دنیا با آزمون‌ها روبرو بوده است. تصوری که امروز از سازمان ملل متحد داریم چیزی نیست که در سال 1945 آن را داشتیم. این سازمان تحت نفوذ سیاسی تا حد زیاد ناکارآمد بوده است. و همچنین بعضی سازمان‌های بشردوستانه که کارهای بسیار خوبی انجام می‌دهند، اما از طرف سیاسی همانطور که انتظار می‌رفت عمل کرده ندارد. سازمان ملل متحد سالگرد خود را در جریان بیماری همه‌گیر کووید 19، بیماری که احتمالاً بزرگترین آزمون برای این سازمان از زمان تأسیس آن است، تجلیل می‌کند. فکر می‌کنم آزمون اساسی سازمان ملل متحد در دهه‌های آینده هماهنگی بین‌المللی برای تغییرات اقلیمی خواهد بود. این سازمان که بودجه سالانه چند میلیارد دلاری دارد، با بدترین بحران مالی در تاریخ خود روبروست. با توجه به اینکه سازمان ملل متحد چشم‌اندازی از پیشرفت در آینده دارد و اتحاد و خواست مشترک سیاسی 193 کشور عضو خود برای مقابله با آزمون‌های فراراه در جهان نیاز دارد. سحر عظیمی، تلویزیون آشنایی، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان محترم، بخش دری برنامه این ساده را اینجا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگه همکارم احمد شکیب.